اونجا واشتا. چرا تنظیم دیگه نیا؟ بیا بیرون آدم فروش. بیا بیرون. مگه با تو نیستم میام بیا بیرون. مگه با تو نیستم میام بیرون. یه بار تلفن میخواد یحیی. خجالتم نمیکشم. آره من سر کارتو. آقا به خدا هرچی دیگه آقا خودش خانواده‌اش تمومش کن دیگه. برو به شما میگم تلفن میاد. بله سلام معصومه. چیزی نبود بچه هم حرفشون شده بود. چشم نیم ساعت دیگه اونجا. خدا حافظ. بیاشم ببینی به یحیی تا مترو بیاد هیچ راهی نداره. هر جا بخوای بریم بیاییم نیمزد تو که رموش نمیم سر به جوری میشه. چه قدران آقا آقا درست دور باشد. تازه بونگایی هم گفت یه حیات خوشگل داره. هم که صاحب خونه بالا سر ما نیست کلیه یحیی باشه ولی بعد راه بیاد با ما یا نه؟ بعدش هم وقت ندونیم یحیی اینجا رو نگه اون چگاه کنیم. فکرش هم نکن. اینجا نشد یه جای دیگه. حالا بذار بریم ببینیم که چی میگه چی پیش میاد. میبینی چه محلی خوبی هستن سر صدا نده. بله اشتر اینجا رو سر میرم. بفرمایید ملاحظه میفرمایید این خونه است. این سینک ظرفشوییشه. آب سرد، آب گرم، فشار آب اینجا فوق العاده عالیه آقا. خانم ببخشید. اون قسمت میتونید ظرفاتونو بچینید. بعد اینجا میگم صابخونه واسهتون یه دونه کابینت بذاره. اینجا سرویس بهداشتیشه. اصلا نگران نباشید. چند روز پیش یه لوله ترکیده بود اینجا. بعد یه خورده تبله کردیم. میگم یه بنا بیاد اینجا واسهتون درست بکنه. یکی دو ساعت تموم کارش. این سرویس بهداشتیش. کفش تازه سنگ شده. نورگیر میبینید خیلی عالیه، فوق العاده است. این قسمت تمامشه. ببخشید آقا آشپزخونه‌اش کجاست؟ آشپزخونه‌اش دقیقاً این قسمته. میتونید شما گازتون رو بذارید این قسمت به خاطر اینکه شیر گاز اینجاست. یخچالتون رو بذارید اون گوشه. ماشین لباسشویی هم بذارید این وسط. بعد به بنا میگم بیاد اینجا واسهتون یه تیغه بکشه. بعد حالت اوپن واسهتون در بیاره. یه چیز شیک و مدرن. اینجا هم یه زیرزمین داره که دیگه مشکل خاصی واسه انبالی و اینجور چیزا نداشته باشین. تو که کلی خرت و پرته. باشه مهم نیست، وسایل صابخونه است. میگم که همه رو جمع بکنم بریزن تای زیرزمین که شما هم بتونید وسایلتون رو این جلو بچینید. اگه دوست داشته باشید میتونم اتاقم نشونتون بدم. ببخشید. این یه خورده قلق داره. آقا اون خرابه، قلق نیست. نه، مسئله نیست. یکی از آشناها هست آقا مسلم سر کوچه است. میگم بیاد واسهتون درست بکنه. اصلا میگم قفلشو عوض بکنه. خوبه؟ ببخشید. نظرت میخوام. بفرمایید. اینم اتاقشه. حدوداً 40 متره. ببخشید. اینجا 40 متره؟ آره دیگه دو تا 12 متری حدوداً پرش میکنه. تو دوازده متر که میشه 24 متر 24 تا 40 همین هولوشه دیگه. حالا شاید یکی دو متر بالا پایین. بریم هولمه رو بنویسیم. نه آقا لازم نیست. همونطور که ملاحظه میکنین اینجا خیلی کرکسیفه. به درد ما دو نفر نمیخوره. بفرمایید یحیی. خانم بفرمایید. پشیمون میشین خانم میری یا نه؟ آقای محترم کنید یه خورده تو حیاط یه خورده مشکل داشت. اگه بخواید اینجا ناستون نقاشی میکنم. خانم محترم، آقای محترم دیگه تو معذرت میخوام. یحیی این که بریم واسه خودمون یه خونه پیدا کنیم. نه اون قرار نه. پس چی؟ ما قرار بود تو زندگی چجوری تصمیم بگیریم. قرار بود چجوری تصمیم بگیریم بفهمی. یادت رفت؟ یادم رفت بفهمی. به این قرار نبود هر کاری میخواییم بکنیم با صلاح مشورت جفتمون باشه.
مشورت کردنه؟ اسم خانم، این خونه مشورت کردن میخواد. ندیدی چطوری بود؟ چطوری بود؟ بابا گنگایی گفت دو سه روز وقت میبره یه دسته به سر و روش بکشه، قفلا رو عوض کنه. من خودم هم میکنم بشه این دسته گل. خدا چقدر ساده ای تو. این خونه کم کم دو سه ماه کار داره. خب این چه کاری توی وقت کم بریم این خونه تمیز گیر میاریم؟ خب کجا؟ هر جا. چقدر گشتی؟ پیدا کردی؟ خب پیدا میکنی؟ پیدا نکردیم دیگه عزیز من. اینجا رو از دست بدیم دیگه خونه گیرمون نمیاد. ببین تو اصلا دست به سیو سفید نزن، همه کاراشو خودم میکنم. که گفتی درست. اجارهشو چیکار کنیم؟ گرونه با سمون معصومه. یحیی مونگا یه چیزی گفت بابا. میریم پای قرارداد چکوچونه میزنیم، تخفیف میگیریم. میگیم تازه ازدواج کردیم بهمون تخفیف میدن. به خدا با امون راه میام. اگه راه نیومدن که چیزی از دست ندادی. میشه حرفتو باز میریم میگردیم. ها؟ ببین من میدونم چی تو سرته. ولی یه ذره فکر من باش. خود و فامیل خوزدمون حرف میزنن. نمیشه که عروسی بگیریم نخود نخود هر که رود خانه خود. تو بری خونه خودتون، منم خونه خودمون. خدا اگه میشد منم حرفی نمیشتم. میشه؟ نمیشه دیگه. یحیی نمیتونی بقیه پولو چک بدی؟ منم میرم سر کار، بلکه کمکی بتونم بکنم. شما نمیری سر کار؟ باشه، چکو بده جور میشه ایشال. چجوری؟ ها؟ اون وقت میفتم گوشی هلوفتنی باید وایسم تا یکی پیدا بشه یه گلریزون بگیره منو بکشه بیرون. خودتو ناراحت نکن، خدا بزرگه. مادر بخوابید، صبحات زود بلنشین بریم خونه تو. کلی کار داری، باید ببینیم چی کم داری چی کم نداری. پرده ها رو باید اندازه بزنی. نمیخواد شما بیاین. حالا چه عجله ایه؟ من و یحیی خودمون میریم مامان جان. میذاشتی بیمت کمک دیگه. وضعیت خونه رو ندیدی یحیی؟ حالا میبریمش، میگه منو بردین کلفتی. بریم خودمون دستی به سر و روش بکشیم. خودم خورد خورد انجام میدم. گم اگه میشد میتونستی یکم از پول جایزه از بابات بگیری حالی میشد. آقا بفهمید یحیی جان، مامینه تو این مدت جایزه رو خورد خورد خریدن. آقا اینجا پیاده میشه. نمیشه که الان بهشون بگم یه دیگر رو بفروشی. بفهم زشته. آقا ببخشید. آقا بفهم دست دارم. آقا در وست یا بالا. اینو بگیری. چیه این خونه؟ به درد ما نمیخوره. بریم. باز چرا یحیی؟ خب اگه ما عروسی کردیم ماشین عروسه چطوری از تالار بیارم تو این کوچه تنگ؟ بیمزه. دعا کن نرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه دست مبل و یه میز غذاخوری هم باید واسه اینجا بگیریم. خیلی باید بیمه. چوک میگی؟ ما خودم بذار بتونیم تو جاشیم. آشپزخونه رو چیکار کنی؟ همینجاست که میگم فکر خیلی کار داره. همینجاست که میگم فکر نمی‌کنی ها. عزیزم بذار اول از سکای رو پر کنیم. به اونم میرسیم. بونگایی هم گفت قلق داره. چیه؟ باز اینجوری نگاه کردی ها؟ آره قلق داره. برو کنار.
چیکار میکنی؟ میرم ببینم بلکه از تو باشد. حواظت باش. حواظم هست. خانم، خانومم، یه لحظه وایسا ببینم از تو با میشه؟ نه، آروم، یه ذره نه نه اونجوری نه اونجوری، الان شیشه میشکنه، یه لحظه نمیخواد، برو کنار. نمیخوام خانم جان، نمیخوام، برو کنار، تو خودم با میکنم. باشه. بونگای هر کاری دوستش میکنه. چی کار میکنی؟ نیفتی این زیر؟ بابا شلوغش میکنی، پامو گذاشتم اینجا اومدم دیگه. چی شد؟ نمیدونم چی. نتونستی بازش کنی؟ نه، چه گیری، اصلا این کلید مالی قفل نیست. بابا یحیی بونگایی هم با کلید باز نکرد، هول داد. نکن، ما هم هول دادیم دیگه. کجا میدی؟ اینو بگیر، میرم این زیر زمین رو ببینم یه چیزی پیدا کنم، این قفل رو بشکنم. یحیی اومدم. چی کار میکنی یه ساعت رو میکنی؟ چقدر آتش کار این پایینه؟ من که قرار نبود، نه خیر، قرار نبود بیان این آتشکلا رو بعدا جمع کنم بزنم یه گوشه. ای بابا اینجوری که دست و بالمون بسته سعی در باز نشه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که. نمیخواد کاری کنیم، بیا بریم، من زنگ میزنم بعد از اون که میام یه کارگر میگیرم همه کار رو انجام میده. با حالت خوبه؟ این همه راه اومدیم کجا برگردیم؟ برو سر کوچه از این بونگایی آدرس قفل سازو بگی، این نفر رو بیار قفل باز کنه. من باید برم سر کار. تو یه چیزی شده ها؟ مگه مرخصی نگرفتی؟ چرا؟ خب سر کار چی؟ الان زنگ زدن گفتن که باید بیای سر کار. آقا سید زنگ زد گفتش که یه کاری هست که باید خودت انجام بدی، سر بیا. بریم. چرا نشستی معصومه؟ نمیخوای بگی چی شده؟ چی شده؟ بهت زنگ زدن چی گفتم؟ یعنی چی؟ زیر زمین رو میگم، بهت زنگ زدن گفتم به سر کار، چی شد اینجوری شدی؟ چجوری شدم؟ این سوال منو با سوال جواب نده، به هم ریخته دیگه. من میفهمم معصومه، زنگ زدن گفتم بیا سر کار، همین. فکرت مشغوله یحیی؟ مشغوله چی؟ پول. پول؟ آره. چرا تعجب میکن؟ نباید به بخت تک کنم.
کجایی تو؟ چرا جمع تلفن نمیدی؟ سلام خانم. سلام. گرفتار شدم. این چی؟ بده به من. چیزی نیست، سنگینه. می‌خواستم برم باشگاه، نشد. بابا اینا نیومدن؟ نه، گفتن کارشون طول کشیده، فردا میام. مامان کجاست؟ خونه پروین خانم. بهتر. چی بهتر؟ منظورم اینه که حالت خوبه؟ تو بهتری؟ من خوبم. چرا پرت و پلا میگی؟ چته؟ من چیزی نیست. رنگت پریده. من رنگم همینه. رنگت همینه؟ آره عزیزم، ما رنگمون همینه. یکم سرم درد میکنه، بخوابم خوب میشم. باش. بخواب، موقع شام بیدارت میکنم. دست دار نکن. یه مسکن میخوای برات بیارم؟ معصومه، گفتم چیزیم نیست. خیلی گندش نکن، 10 دقیقه بخوابم حل. باش. اونو خاله اخترت آشنا داره، باید سلام مشورت میکنم بعد میرم. تا شما بخوای با خاله اختر سلام مشورت کنی، مامان جان عبیسی من اومده رفته. همین فردا بهش زنگ میزنم مادر. اگه یادت نره. نمیره. بیا مامان جان، اینم بذار اونجا. محبوبه خیلی دلش میخواست تو اساس کشی تو باشه. مگه اون درس و مشق نداره؟ عروسی خواهرشه دیگه. حالا 2 جلسه هم نره چیزی نمیشه. مامان جان کاش یه ذره نعنا میریختی تو این دوغه. ای وای یادم رفت، داشتیم. اشکال نداره دیگه. اه بیداری؟ یحیی جان من بابامو میشناسم، فردا ترمینال بیاد یه راست میره خونه رو ببینه، ببینیم یه دستی به سر روش بکشیم تفلک میاد تو زقش نخوره. نه بابات باید بیاد، نه تو باید بری توی اون خونه. چرا؟ من اون خونه رو پسش دادم. دیوونه شدی یحیی؟ نه، عقلم کار میکنه. تا اینجا تو قرض هم بیشتر از این نمیتونم برم زیر بار قرض. من از دست تکربیای تو چیکار کنم؟ من یه فکر دیگه هم کردم، اینکه از تهران بریم بیرون، بریم یه جای خوب، یه طرفی، یه جای دنجی که زندگی کردن توش راحت باشه. دیگه چی؟ دیگه همین. هفته دیگه عروسیمونه. این چرت و پرتا چیه میگی؟ کارت بخش کردیم به مردم، زنگ زدیم. چی میگی تو؟ عروسی تعطیل. تعطیل؟ یعنی فعلا تعطیل. به جای اینکه بریم بحث کنیم سر اینکه چی بخریم چی نخریم، اصلا این فردا زنگ بزن به مهمونا که دعوتشون کردی، بهشون بگو که فعلا. چی داری تو میگی؟ چرت و پرت چرا میگی؟ چی شده؟ این چیه؟ بازش کن. اینا چی هم؟ پول. 500 میلیون پول. برسم چیه؟ یعنی این پول از کجا آوردی؟ از تو همون خونه. کدوم خونه؟ همونی که اجاره کردیم، پسش دادم. همه پول تو خونه چی کار میکرده؟ نمیدونم. یحیی دروغ؟ بابا به خدا، این ساک تو زیر زمین اون خونه بود. به جان مادرم، به ارواح خاک بدن، به پیر. باشه قبول. این پولو میبری میذاری سر جاش. چی میگی تو؟ بعد عمری یه پول قلم بگیرمون اومده، ببرم بذارم سر جاش؟ اینجاست که میگه فکر نمیکنی ها؟ من واسه این پول کلی نقشه دارم. تو بی خود کردی نقشه داری؟ این پولو میبری میذاری سر جاش یحیی؟ خب بیا تو مامان. چرا نمیاییم؟ غذا از دهن افتاد، یخ میکنه ها. باشه مامان، الان میام. باشه. معصومه خانمم، مگه شانس چند بار در خونه آدم میزنه؟ ها؟ یه بار، فقط یه بار. حالا از کجا میدونی اینو یه باره؟ پس چیه؟ چه که برگشتی و سفت و زندون و دادگاه و بازداشتگاه و التماس مردم واسه رضایت شانس زندگی؟ برای من بزرگترین شانس اینه.
صبح وقتی داشتم در ساکوا میکردم یه حس کردم خوشبختی داره بهم چشمک میزنه، اونم بعد سالا. بفهم، خدا نکرده تو زن منی. این خوشبختیه یحیا؟ این بدبختیه. تو رو خدا مزخرف تحقیل من نده معصومه. ما امروز صبح داشتیم چیکار میکردیم؟ ها؟ داشتیم حساب کتاب میکردیم چطوری با چندر قاز پولمون بتونیم خونه که سر و تهش 40 متر بیشتر نیست پولش کنیم. حالا پول شد بدبختی؟ من نمیدم پول بده، پول خوبه، اما نه این پول. کدوم پول خوبه؟ ها کدوم پول خوبه؟ همون پولی که با هزار جو منه دو روز بعد سر ماه میزنن کف دستت؟ انگار نه انگار که یه ما بدبختی کشتی به خونه دل خوردی. معصومه یه باری چیزی شده، میتونیم بریم یه وری یه جایی یه زندگی درست حسابی دست پا کنیم. حالا بگیم چی؟ نه آقا ما اینا نمیخوایم، قربونت ما به همون خفت و خاری و دوزار پول رازیم. اینا به خاطر من نیست، به خاطر تو هم هست، به خاطر زندگی. کدوم زندگی؟ من الان هم از زندگیم راضیم یحیا. تو سر کار میری، درآمد داری، خونه گرفتی، داریم عروسی میکنیم. اگه جایی امکم اووردی من میرم سر اونه که گفتم حرفشم نزن. نه اگه تو اجازه بدی، تو میدونی که اگه اجازه ندی من هیچ کاری نمیکنم. این پولو ول کن یحیا، درد سر میشه واسمونا. هیچی نمیشه بابا، خیلی تخت. تو حرف خودتو میزنی یحیا، من نیستم. باشه نباش، من اگه این ساکو برم بذارم سر جاش یا اونباد حسرتش برم. نمیخوام اینجور باشه، میخوام یه رای دنیا رو برم. فردا صبح میزنم بیرون، یک تا ساعت کار دارم، منتظر زنگت مونم. اومدی اومدی، نه اومدی من رفتم و دیگه هم دست بل نمیرسم. باش وقتی منو نمیخواد. تو این دورو تو از همه چی برای من مهمتری. دیدم چقدر مهمه. حسنا انا سلام، چطوری؟ ببین تابلو نکن من پشت خطم ها، کسی نیمده اونجا سراغ منو بگیره؟ باشه باشه خودم برم. مدارکات آخرش من نفهمیدم چی شده. اگه سر جار جنگلت با این پسر است که من خودم میگیرم یه گوشمالیش میدم. نه آقا سید، گیرم اینا نیست. اون وقتا من الان پولی ندارم که با تو تصویه بکنم. باشه میرم سرباز میرم، خداحافظ. یحیا تو کارت خوبه، تمیزه، بچه خیلی خوبی هستی. تو چند سال دیگه اینجا بمونی خودت میشه یه پا استکار. من چند سال وقت ندارم مستا. خدا خیر باش آقا سید. چی؟ طلبکار؟ نه بابا طلبکار کدومه؟ دست گلت در نکنه، ایشالا جبران کنم. سلام خانم. نه اون شماره رو انداختمش دور. چی شد؟ فکرتو کردی؟ میدونستم درباز. به این معصومه من الان وقت ندارم. گوش کردی؟ باشه باشه، ما که قبلا حرفامون رو زدیم. من میرم یه طرفی، کجاشو نمیدونم، جای گیر پاگیر شدم درباز بهت زنگ میزنم. کی؟ چطوری میخوان پیدات کنن؟ هیچ که آدرس خونه شما رو نداره معصومه. به بنگام که آدرس کارگاه دادم. در بعد ببین حواست باشه به این شماره که زنگ نزنی ردمو میگیرم. من فقط به زنگ میزنم. باشه چقدر گیری تو. در بعد تاستارا چقدر هست؟ یه 500-600 تا، یه استراحت کن میرسه.
در چونه بازه؟ خفه نشی، لغمت یا بخچه هست، یه جور دیگر دست دفتاد پاد نشینه. بابا واسه تو گرفتم. فرناز کجاست؟ تو اتاقه. حالش خوب نی، بد نیکم باش حرف بزنی. حالا باشه بعد. فرناز؟ فرناز؟ بله. خوبی؟ بیا یه وقت بگیر. آقا یه بار دیگه تمرین میکنیم. آقا دیشب تمرین کردیم که. دیشب بود، الان الانه. باش نمیای؟ یا چیکار کنم؟ تکاف کنم؟ دستی بکشم اونجا؟ از همینجا میبینم دیگه. دستم لرزید و اگه زیر 5 دقیقه بودم. حواست باشه تو بانک دستت نلرزه. جمع کن آقا، جمع کن دیگه. چی؟ درسته من ازت خواستم تا آخرش پای دعاشم بایستی. هنوزم دیر نشده، من نمیخوام تو به خاطر من جونتو به خطر بندازی. خودم یه فکر میکنیم حالا. حالا وقت این حرف هاست؟ نه، وقتی این حرف ها نیست. شما باز خودتون بریدین دوختین. من اصلا آدم من؟ تو اصلا نظر منو پرسیدی؟ خیلی خوب، تو بگو چی کار کنیم. بگو دیگه، من از تو نظر میخوام. بابا 2 روز بیشتر وقت نداریم. فکر کردی شوخی دارم با همون؟ فراد اگه پولشون نده جنازه شو میدازن کف خیابون. برو بابا، اون کشککیه. کشککیه؟ وقتی کیلو کیلو مواد قاچاق میکنن آدم کشتن براشون مثل آب خوردن میمونه. بابا فرار میکنیم. ستای میدونی تو دست هیچکی به امون نرسه. باش کجا؟ با کدوم پول؟ بعدش اینا همه جا آدم دارن، چشم هم میذاری یا ردمون رو میزنن. من نمیخوام تو به خاطر من تو درد سر بندازی خودتو. فرهاد قبل از اینکه برادر زنم باشه رفیقم بوده. من نمیتونم تنهاش بذارم. من نمیگم تنهاش بذار بابا، میشینیم فکر میکنیم یه راهی پیدا میکنیم بالاخره دیگه. اگه یه راه دیگه بود تا حالا به فکرمون رسیده بود. 4 آدم گنده. اون بد افتاده به دلم. به خود دلت بد نیفته. اومدم گیرگوری هم باشه میپیچیم به بازی دیگه. آقا پس دوباره نمیگم، همین به بعد فقط من حرف میزنم که برنامه ها به هم نریزه. باشه بریم. شما تا به ماشین برسی من اومدم. معطل نکنم. چشات رو ببندید تا 1000 بشماری رفتیم برگشتیم. حالا خوله چشام ببندم تا 1000 بشمار. چشام وا کردم نایمده بودیم. چی؟ هیچی. دوباره چشاتو ببند تا 1000 بشمار. خول خودتی موین مواظب فرهادم باش. آقا اول من یه سر میرم تو بانک یه آمار میگیرم، بعد میگم چیکار میکنیم.
یعنی پلیس تو این ترافیک 10 دقیقه خودشو میرسونه اینجا؟ ایول داره به خدا. موینه دیگه، میگه احتیاط شرط عقله، سر 10 دقیقه بعد از بانک بزنیم بیرون. با من که میگم تا همه پولای بانک رو برنشیم از اینجا تکون نخوریم. گیر داده به این 500 میلیون بدهی ما، به سر خوب ما که داریم بانک رو میزنیم، خب همه پولا رو با خودمون ببریم. از این بدبختی گرفتاری هم در میای. تمنا نکن بچه. داره میاد، هیچی نگو، اصلا حوصله نصیحتاشو ندارم. خیلی شلوغه تو بانک. یه 10 دقیقه صبر کن ببینیم چجوری میشه. آقا فرهاد، بازم میگم فقط یه نفر حرف میزنه. افتاد؟ افتاد؟ دست کلیدو بودو باز کن درشو برو با نکنم مطا نکنم یه گل نمیزنم بوشه مغزتا یه کنا برو بوشه نیمار دستتو بزن بالا دستتو بزن بوشه بزن بوشه باش باش اینه گل زنی ازم بوشه برو 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 باشه باشه بوده برو باشه باشه باشی 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 برو تو ولم کن. یه شده بابا بیا بریم. میگم بیا بریم فرهاد. ولم کن تو برو دیگه. بس کن دیگه. بابا خرابش نکن. بیا بریم صدا آشتی نمیشتمی. پولیس دارو بیا دیگون. فرهاد. بیا تو شکو نکن.
آقا چی شده؟ هیچی هم هردون فاقونه اینجا بانکی بزن، یکیشون پولا رو برداشته در رفته، اون یکی هم گشتنش. گشتنش؟ آدی مسلح بوده، درگیری شده، سی چهار تا تیر زدن تو قلبش مرده. باج آسونا بچه دارم آقا در رست خیلی وقت نداری. کجا بریم؟ واسه چی بریم؟ الان که پلیس ها بیان اینجا. پلیس؟ اینجا برای چی میان؟ هیچیه یه هنده کچی زدی میبر. شگم بگو اینم چی شد؟ حالا بهت میگم. پرواز کو؟ ما میریم اون بعدا میاد. یعنی چی؟ مهمانه شد با هم دیگه باشی؟ بابا میگم باید بری. الان میریزن اینجا. یاره فنش؟ نه بابا. پس چی؟ پس اون پرواز بس شد. میگه موضوع قاراش میشد پلیس ها رسیدن حالا ممکن ردمون رو بزنن فقط اول مدرک تدارک هر چی هست جمع کن دیگه نمیتونی اینجا بمونی هر چی که ضروری لازمه بردار یاد نداره چرا اینجوری حرف میزنی خود با ما باش جمع میکنم صد تا فکر کردم چی شده چی نشده کجای ناسه آره هم نه بده بمونی چی میگه نه بابا فرنازم خب دارم یه اونجا دیگه باشه چی میگه؟ هیچی بهت میگم بیا میخوای بگی چی سر فراد اومده؟ چرا همش فکر میخوای برای سرش اومده؟ چرا هم برنه گشتیم؟ بابا یه گندی بالا اومد نشد با هم بیاییم اون یه طرف رفت من یه طرف چی جواب نمیدی؟ یه زنی بزن مشرف بزنی؟ گفتم گوشیش دست ناصره گرفتنش مایی؟ نه انگار رو اصلا من نرو باشه فرناز بس دیگه چی پرسیدن؟ سه سوال محال کردن جوابشون دادم رفتن و شاید نکردن نه حالا وقت زیاد نداریم فرهاد اونجا واستاده حتی خوردن فرهاد هم چیزی نمیدونه نه واسم هر فرهاد چی شد؟ بریم سراغش چی شده ما این؟ تموم کرد؟ مرد خود تو جمع جور کن خواهرش چیزی نفهمه با تو هم بابا تابلو نکن خودت فرناز اونجاست خدا چی شد گذاشتم تو زیر زمینی یه خونه به نظر خالی میومد کسی توش نبود شب میرم سر وقتش دیگه فقط با داستان فرناز خیلی زود به خواهرش من میرسن چیکار میخواد بکنی؟ چرا میدونم یه جور باید بریم دیگه اول اینجا بمونیم کجا رفتی په؟ اونجا هم جاست؟ سلام سلام فرهاد کجاست؟ فرهاد میاد من شما با هم نرفتین سه نفری الان کوش نگران چی هستی؟ مامورا ریختن همه در رفتن یکی رو سر دیگه پیداش میشه همین سوراخ میگه آقا اینجوری یارو راحت شد اینم گوشیش اصلا سویچو میدی فانتوم داشت باشه
پولو برداشتم یه قرار میذاری؟ هم پول ماشینتو میدم هم سهمتو. سهم؟ داداش شما بسه سهم میخوری کردیم؟ میدونی من بابا ولی حالا که قرار تقسیم کنیم خب یک سومش مال توه دیگه. چی میگی تو واسه خودت؟ من قرار نیست فقط پولا رو ستاری نبده. چرا خب؟ حالا بهت میگم بگی بر تو ماشین بشین حالا میام. حواست باشه یه وقت وا ندی ها دیدی چون مامورا سر دزدی ماشین ممکنه دوباره بیان سراغه واسه خاطر همین بهتره همینجا بمونی انگار نه انگار اتفاقی افتاده شما برو خیالت راحت بذار غیبت بزنه سر دقیقه میفهمن دزدی ماشین کار تو بوده همه شهر میفتن پی تو چی غیبم بزنه شما و یه مریضی شد عمره برو غلط نکنید داداش خیالت راحت بابا تو بیچونه هیچ راحتی از تو دزدی وا نیست دیگه فعلا با اجازه گوشتر نیم؟ با تو هم نه نمیرم پشت فقرات ای بابا یه بار دو بار بسته دیگه نمیری تو چه وضعیتی هستی؟ تو چه وضعیتی هستی؟ چرا نمیگی چه بلایی سر داداشم اومده؟ هیچ بلایی سرش نیومده سر ما رو گنده است نشنیدی چی گفت؟ تو به وقتش میاد پیشمون وقتش کیه؟ وقتی رفتیم اون بر مرز؟ نه اصلا تو داداشت پیدا نشده نمیریم اون بر مرز خوبه؟ اصلا داستان این مرز چیه؟ قرار به رفتن نبود قرار بود با این پول فرهاد بره قرضشو به ستارینا بده میدونم ولی الان اوضاع فرق کرده برنامه عوض شده اون موقع پای پلیس نیومده بود اصلا اینو نمیفهمی تو؟ نگردار یه دقیقه نگهدار اینجا قسمت بزرگراه ما بگم یه دقیقه نگهدار اینجا این داره خطرناکه باشه تو وایسا کنار کار دارم اینجا نمیشه خب نگهدار داری شلوغش کنی یه دقیقه وایسا کنار کار دارم باهاش خب داد نزن نگهدار داد نزن یه گوشه رسی الان نگه میدارم پولار گذاشتم تو اون خونه برگشتم دیدم فرهاد رو زدم افتاده در اون جدوله مردم هم جمع شده بودن کجا؟ هم برم اونجا بری چیکار؟ نمیدونم قرمه دوان پاین کلی دوربین داره و قرارم بود فقط بیا یه سر ببینی بریم الان تو همینجا شاید داستان بشه با سمونا قرمه دارم چیکار کنم پولا نبود نبود یعنی چی نبود مگه نگفتی خونه خالیه هنوزم میگم خونه خالی ولی پولا نیست خب حالا چی حالا چی باید بسیم تو صبح شه کجا چی کجا کجا بایسیم همینجا دیگه
ببخشید. بله آقا فرمان نون. نه ممنون. این خونه بغلی مال کیه؟ هر چی زنگ زنیم جواب نمیده. این خونه در توسی پلاک 367؟ آره. شما ماموری؟ نه آقا. دزدید؟ این حرفا چیه بابا؟ پس به شما چه رفتی داره؟ آقا آدرس این خونه رو دادن گفتن خالیه. درسته خونه خالیه. همون صاحبش کیه؟ کلیدارش کیه؟ کی باید اجارش کرد؟ والا باید برید سر وقت پسر جناب سرهنگ. کی است؟ بونگای سر خیابون. کلیدش دستونه؟ بله خونه نصرت خانم ایشون اجاره میده. با اجازه. بفرمایید نو. نه ممنون. شبی چی نخوردی یا؟ بیا نمیخوری؟ اومد بیا. خب برادر من این خونه اجاره رفته، تازه عروسن، تازه دومادن، اصلا قراره تو همین روزا جهازشون هم بیارن. اون دوگل ناشکفته فکر کن. من بیشترش رو میدم. منم راضی بشم نصرت خانم نمیشه. آقا اصلا تو آدرسی چیزی عینا داری؟ بده من خودم میرم باهاش حرف میزنم. حالا شما چه اصراری داری به این خونه؟ خودم سه روزه که بهترش واسه پیدا میکنم. نه خونه حیاتدار میخوام. گوشی؟ خب یه حیاتدارش واسه پیدا میکنم. باشه قبول. فقط اول اگه آدرسی تلفنی چیزی ای مستجره داری بده. اگه نتونستم راضیشون کنم اون وقت تو پیدا کن. هر چی میگم باز حرف خودشون میزنه. دادا آدرسو بده راضیت میکنم. الو چرا بهش زنگ نمیزنی؟ باید برم اونجا خفتش کنم. زنگ بزنم پیچونده رفته. باید یه جام باید باسم بنزین بزنیم. کیش میشی؟ کسیش نمیشم، طلب دارم ازش. چقدر؟ شاید حالا نخود کسی بدونه. میدونسته امروز شما میه سر وقته؟ نمیدونم، شاید. پس بگو صبح علال طول اومد برای تصویه بودن. امروز صبح؟ بله امروز صبح. آدرسی تلفنی چیزی ازش نداری کار من را بندازی؟ کارم گیره. نه بالا. پس هیچ کاری از دستتون بر نمیاد واسه موقعی نه؟ کاش بر میمید ولی نمیاد. با اجازه. داداش به یحیا میگردی؟ آره. حالا چقدر توش مایه هست؟ بستگی داره. به چی بستگی داره؟ به اینکه چی تو چند تد باشه. یه چیزی دارم که خیلی به دردت میخورم. چی؟ آدرس خون پدر زنشو. خب خب که خب تو خب چقدی میخوای؟ یه درصد طلبتو. من طلبم 3 میلیون بیشتر نیست. باشه من 300,000 تا بیشتر ازت نمیگیرم. کی؟ همین الان. همین الان که ندارم. پس برو هر موقع داشتی بیا. خیلی خب یه دقیقه واسه اومدم. بسید بیا کار داری. چقدر پول بیشته؟ نمیدونم چی. بده حالا بهت میگم. کار خودش بوده. سو اومده مدارک مدارکش گرفته و رفته. منم میذارم. چقدر؟ 330. صدشو بردار. باقیشو بده من. بیا. 200 بیشتر ندارم. میگی یا برم؟ بده من بابا. بشما قبولت دارم بچه درستی هستی. بده من. کیو؟ دستو. ببین این عاشق زنشه، همیشه خونه پدر زنه پلاسه. بقید بهش نگی آدرس من دادم و میاد میزنه اینجا شهرمر به پا میکنه. حوصله‌اش هم ندارم. همینی خیالت در
فراموش کنم. سلام علیکم. آقای یحیی هستن؟ اینجا خونه آقای یحیی نیست. میدونم خونه پدر زنش نیست. متخاصم الان اینجا هست یا نه؟ نخیر نیستن شما؟ من یکی از دوستاشم. با خانم از شهرستان اومدم. یه کار خیلی واجب داشتم. چیزی شده؟ نه چیز خاصی نیست. خیر ان شاء الله. خودم اگه بشه من یه جورایی ببینمش. اگه حتی خانومش هم باشه من پیغام به خانومش بدم. خیالم جمع؟ خیالتون جمع شو خانم. آقای یحیی که دیگه سرور ما. پس چند لحظه اجازه بدین. زحمت شده. نه خواهش میکنم. معصومه جان یه لحظه بیا پایین. مامان کیه؟ مامان یه دقیقه بیا. سلام خانم. خانم آقای یحیی هست. ببخش مزاحم شدم. من با آقای یحیی کار داشتم. چجوری بگم، من یه طلبی ازشون داشتم. معصومه جان آقای یحیی مگه بدهی داره؟ نه نه چیز خاصی نیست، مبلغی نیستش. من تا جایی که اطلاع دارم یحیی به کسی بدهکار نیست. چقدر هست طلبه؟ عرض کردم مبلغ خاصی نیست. بعد شاید خودش هم دوست نداشته باشه که شما بدیم. تا جایی که میدونم واقعا یحیی به کسی بدهکار نیست. من دروغ نمیگم. اگه مزاحم شما هم شدم ببخشید. من با خانم از شهرستان اومدیم. عرض کردم باهاش خانم یه مقدار گیرم به خاطر اون مزاحم شما شدم. من از یحیی اصلا هیچ خبری ندارم. یک دو روز اصلا اینجا نیومده. زنگ هم خانمش نیست. نمیدونین کجاست یعنی؟ چرا ولی واقعا نیومده اینجا. زنگم نزد. من رفتم اون محل کارش تلاشکاری هم رفتم اونجا. شما اگه ازش طلب دارین خب برید دم خونه خودشون. چرا نمیرین اونجا؟ من آدرس محل کارش رو شما اونجا. من ببخشید من کار من واقعا گیر بودم مزاحم شما شدم. برید دم خونه خودشون. من خبر ندارم. اگر آدرسی چیزی از دست زنش بود پسر پیچونده زنم آمار نمیده. باید بریم یه گوشه کنار زاغشو بزنیم تا بیاد بیرون. چقدر بهش گفتم سر وقت بعد از بایم بزنیم بیرون. گفته بودم وقتی میری سر گاف صندوق زیاد وقت نداری باز جمع کردن پولا. چقدر تمرین کردیم، چقدر وقت گرفتیم، چقدر گفتم حرف آخر فقط یکی میزنه و برنامه همون با هم میریزه. چه خوب تموم شده بودا. من رفتم بیرون یهو دیدم نیومد. برگشتم تو. چقدر گفتم فراد بریم، فراد وقت نداریم. برو من میام، برو من میام. پس بچگی همینجور سرتق بود. فرماز باور کن تقصیر من نبودا. رو مادرم نمیخواستم ناراحتت کنم. اومد اینجا شلوغ نمیشه کاری کرد. پیادهشو تعقیبش کن. من؟ آره دیگه. این تنها چیزی که ما رو به پسر میرسونه. صبر کن. اینم خود ببر. شاید لازم بشه. بجام دیگه. سر داستان پولا داشت زن ما مرده.
ما نه دنبال اذیت کردن تو ایم نه شوهرت. فقط آقاتون یه خبطی کرده، پولی که واسه ما بوده برداشته و خودش برده. برای همینم تو اینجایی. الان هم مثل یه لیدی محترم شماره شوهرتو میدی؟ میخوام دو کلمه باش اختلاط کنم. باشه؟ چی شو؟ بنال باطل! شوهرش تو کشیه ندادم تو آمزه او خانه شوهرم. گوشیت کجاست؟ عینه توری هست؟ ببخشید توری هست. الو یواش یواش حالا آشنا میشیم با هم. ببینم بهت خوش میگذره با پول مردم ها؟ من یه آدم معمولی هم مثل خودت. شلوغش نکن شلوغش نکن. من نه کاری به تو دارم نه زنت، فهمیدی؟ گوش کن تو گوش کن خفه. اون پولایی که برداشتی میاری دست زنت رو میگیری میری پی زندگی. حالی چود؟ از الان 5 دقیقه بیشتر وقت نداری فکر کنی. خفه شو جناب سرانی، همینطور که میبینین چیزی از صورت سارقین مشخص نیست و با این تصاویری که ما داریم نمیشه شناساییش میکرد. خب معلومه باید صورتشون رو بپوشونم. حالا ما داریم روی سرقت‌های مشابه و افراد گروه‌هایی که سابقه اینجور سرقت‌ها رو داشتن کار میکنیم. خب به کجا رسیدین؟ این سوابق و اطلاعات فراد عناصریه که توی ماجرای سرقت مسلمانه بانک کشته شد. سابقه داره، پارسال از زندان آزاد شده. این که سابقه سرقت مسلحانه نداشته، تا حالا همش مواد مخدر بوده و غیره. نکته جالبش اینه که وقتی با مواد گرفته بودنش حاضر نشده هم دستاشو لو بده و خودش هم ایچو گردن گرفته. روی پرونده فراد عناصری بیشتر کار کنین، شاید بتونیم اطلاعات مهمتری به دست بیاریم. چشم بادم. تو که هنوز اینجایی؟ جناب سرنگ، چرا پرونده ای که مال منه میدینش به این نفر دیگه؟ بعد از قضیه کرمان دیگه صلاح نمیبینم تو درگیری پرونده مسلحانه ای دیگه ای باشی. شما هنوز فکر میکنیم تو ماجرای سرقت مسلحانه ای کرمان مقصر من بودم؟ آره فکر میکنم، ولی مطمئن نیستم. اگر مطمئن بودم تو الان سرکار نبودی و خونت داشتی گلدونا را آب میدادی. جناب سرنگ، خواهش میکنم این پرونده رو بدین به من. برای من خیلی حیثیتیه. خواهش میکنم. باشه، به شرطی که قول بدی هیچ مزاحمتی برای افسر پرونده نداشته باشی و بدون هماهنگی با من هیچ کاری رو انجام ندی. کنانی، هیچ کاری. بله قربان، حتما. سلام جناب سرنگ. قربان من فیلم های مدار بسته رو دیدم، چیزی دستگیرم نشد، اما چند تا عکس هست که بچه های اداره انداختن. توی عکس یه پسر بچه هست که داره با موبایلش فیلم میگیره. نمیدونم از کی شروع کرده به فیلم گرفتن، ولی فکر کنم اگه این پسره رو پیداش کنیم شاید بتونیم از طریق این فیلم هاش یه چیزایی دستگیرمون بشه. بله قربان. چشم قربان. خدافز. بلو کجایی تو؟ خب چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ باشه خیلی خوب،
میخوام برام در بیاری یه نفر به اسم فرهاد عناصری که پارسال تو قزل حصار بوده، همبندیاش کیا بودن، با کی خیلی دمخور بوده، با کی دمخور نبوده. هر چی میتونی از حبسش برام در بیار. نه نه، خیلی عجله دارم، نیم ساعت، نهایتش یه ساعت. سلام. رئیس بانک؟ جناب سروان، این آقایی که به حالا تلفن حرف میزنه. سلام بازم. حالا این برای نهیدیش یافش آشناست، ولی کیه و کجاست الله اعلم. نظر بیا. بله آقا. سلام. هنگس رو میشنسی؟ پسر خانم مویبی آقا. همین خانم مویبی خودی ما گفتم یافش آشناست. جانسان بیا. از همین در که رفتیم بیرون میرون تو کوچه پده که گشتیش با چکرم. سلام علیکم. سلام آقا شاده. امیر جان دست داد. خواهش می‌کنم. آقا بچه‌ت. قربون شما برم. خدا بسپارم. من این پسرانم پیداش کردم. آره فیلمش هم گرفتم. تو فیلم نشون میده این دزده وقتی از بانک خارج میشه میره سمت یه 206 میخواد سوار بشه. اما تردید میکنه چون همین لحظه پلیس میرسه. من شک ندارم این ماشینه با اون هم دست بوده. پلاکشو از تو فیلم برداشتم برات اس ام اس میکنم. ببین صاحبش کیه؟ کجا میتونم پیداش بکنم؟ خب شما چه خبر؟ پسر یه خواهر داره به نام فرناز. همبندیاش میگن که با اون زندگی میکنه. توی من بیشتر از همه با یه پسر به نام موین میبینه که مثل اینکه موین بعد حبس رفته یه پیغامی از طرف فرهاد بده خواهرش که این شده باب آشنایی و خلاصه خونه بخت و حواست هست چه میگن؟ آره آره بگو بگو. میگن خواهر فرهاد زن یه آدمی شده به نام موین راشد. خب از این موینه تونستین یه ردی پیدا بکنین؟ باشه. الو سلام. گوشی گوشی من پشت فرمونم. یه لحظه. الو درو برد؟ آره بابا. چی فکر کرد؟ خب ماشین دیروز دزدیده شد. خوردیم به در بسته که نه دیگه، اینجاش تون رفت. یه چیزی هست که شاید به دردت بخوره. چی؟ ماشین هفته قبل توی تعمیرگاه بوده چند روز. صاحب ماشین فکر میکنه که شاید دزدی ماشینش با بودنش توی تعمیرگاه ربط داشته باشه. کدوم تعمیرگاه؟ یه جون یه دو دقیقه دیگه زنگ بزن داداش، کار دارم الان میگم. ایران 23 نمیزه 26 نکمه دادی. بله حسین آقا دادا یه دقیقه میاد. یه دقیقه سب کن کار دارم الان میام خدمت. ظاهران دو سه پیش کارش تموم شده بردنش. خب حسین آقا کی رو ماشین کار میکرده؟ از کجا اسم ما رو میدونستی؟ خب الان صدات زد دیگه. آقا ناصر. اون آقا ناصر الان تو گاراژه؟ بله اون مغازشه، اونم خودشه. آنون اون که داره میره سمت مغازش. شما از آگاهی اومدی؟ چطور مگه؟ ای بابا دیروزم زور بیام. برو زور بیا، برو زور بیا ماشین تو ببر عزیزم.
دیروز هم دو نفر از مامور اومده بودن از آگاهی از اون سوال جواب میکردن. فکر کنم راجع اون ماشین دوزیه. این آقا ناصر فامیلش خاکپور نیست؟ آره 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 خاکپوره. چطور؟ میشناسینش؟ شما چند روز پیش یه پژو 206 نکمه دادی به شماره 95W751 ایران 22 رو صافکاری نقاشی کردیم. بله چطور مگه؟ کنانی هستم از اداره آگاهی. ماشینم اونور خیابون پارک شده. نمیخوام دستگیرت کنم. به دستبند بزنم برای که میدونم آبروت برات مهمه. برای منم مهمه. پس خیلی آروم میریم میشینیم تو ماشین من. چرا واسه چی جانسان؟ میخوام با هم یه فیلم ببینیم. بی خیال جانسان فیلم چی؟ را بیفت. به خدا دیروز همکارتون اینجا بودن. حسابی ما رو سینجیم کردن. ازشون بپرسید من اگه ماشین دوز بودم که از بوق سگ تا عرعر و الاغ نمیمدم اینجا رو اعصاب صاب مردم چکش بزنم، بعدش هم اینجا روزی هزار تا ماشین میاد میره. چرا واسه اون اتفاق نیفتاده؟ ماجرا ماشین دزدی نیست. چیه جان سلام؟ بریم تو ماشین برات توضیح میدم، فقط فکر فرار به سرت نزن. واسه چی فرار جان سلام؟ کاری نکردم بخوام فرار کنم. این سارقو که میبینی معین راشده که من میدونم خیلی خوب اونو میشناسی. اینجا میخواد بیاد سوار این ماشین بشه که تردید میکنه. چرا؟ چون که خیلی باهوشه. بعدش هم رفتن رو انتخاب میکنه. این چه ربطی به من داره؟ اسمت ناصره، فامیلیت هم خاکپور. ببین من اسما خیلی خوب یادم میمونه. اسم تو جزء متهمین پرونده فرهاد انصاری بوده. البته اون سری انقدر خوششانس بودی که قصر درفتی، ولی بعید میدونم این سری انقدر خوششانس باشی که بذارن بری. هنوزم میخوای بگی تو ماشینو ندزدیدی؟ شده پولا کجا هم بعدش هم منتظر کمک ما میمونی یعنی که میری اون تو آب کنک بخوری. الله من وقت زیادی نداره. مجبور بودم من بابا. چرا؟ چون فراد لود نداده بود؟ فقط ببر بودم. به اونم میرسیم. بفرمایید خانم آقایون، خواهش میکنم بفرمایید. ما این کجاست؟ ما این الان کیلومتر از تهران دور شد. با چی رفته؟ میگم با چی رفته؟ با ماشین من. شماره ماشین. شماره ماشین. باز تو رفتی کار خودتو کردی. نزدیک بود یه جنازه رو دستمون بذاری پسر. قربان تنها سرنخمون بود، نمیتونستم بذارم فرار کنه. حرف موافق تو که گوش نکردی. خدا رو شکر که تیراندازی یادت نرفته. به هر حال کارت حرف نداشت. من که هنوز کاری نکردم، کار اصلی پیدا کردن اون ماشین است. دوست ندارم حالا که تا اینجا شما اومدی بذارمت کنار. به خسروی میگم هر چی از اون ماشین فهمید تو رو تو جریان بذاری. متشکرم. فقط قربان این پسر ناصر چون که با ما همکاری کرد گفتم این مقدار حواشو داشته باشی. نمیذارم بعد قرشی، ولی بالاخره قانونه. اگه شد یه مقدار کمکش کنین همین. یه گزارش خوب براش بنویسم. موفق باشی. الو الو سلام عزیزم، حالت چطوره؟ میام یکی دو ساعت دیگه میام.
نه شما شام بخور. باشه عزیزم باشه، من سعی میکنم زودتر بیام. چیزی نمیخوای سر رو بگیرم؟ باشه خداحافظ. بفرم. سلام قربان. علیکه سلام. خبر شده قربان؟ بنشین. دوربینه رد ماشینشونو توی پمپ بنزین زده. خب بعدش؟ بچه ها تو اتاق کنترل دارن تصاویر رو چک میکنن. سره خیلی باهوشه، تا اونجایی که تونسته جایی رفته که دوربین نگیرتش. جناب سرنگ، من میترسم فرار کرده باشن. فرار کرده باشن؟ پس ما اینجا چه کاری میذاریم فرار؟ بهتر ناامید نشین. هر چه قدم که باهوش باشن بالاخره یه جا گیر میکنن. بفرمی. راحت باش جناب سروان، ردشون رو زدیم. خب ماشینشون رو توی دوربینا اطراف خیابون خاوران دیدیم، بعد گشتیامون رو فرستادیم دنبالشون، به یه گاراژ رسیدن. احتمالاً پای گروگانگیری هم وسطه. گروگانگیری؟ بله. باش تو میتونی بری. متشکرم. بولان کو؟ زنم کو؟ دو اتوبوسه. پولا بیرونه تو ماشین. اول زنو برکن بیاد، بعد من پولو تو بدم. رو چه حسابی قبول داشتم شما؟ رو چه حسابی من باید قبول داشته باشم؟ اینکه زنده بذاری از اینجا بریم بیرون. پولا تو ماشینه. اگه بخوای زنگ بزنم راننده پولتو بیاره. به شرطی که زنم برکنی بره. معصومه! من این بازیام بلدی. نه فقط تو بلدی. آقا شانس بیاری که دروغ نگفته باشی. بیارش زگاش. خیلی خوب زنگ بزن. بدوست از ده تو بدوست. شلیک نکن. این در منو گرگاه یفته. بسو بسو با تو هم فکونه خواب. بسو رو زمین با تو هم فکونه خواب. شماره تو بزن تو موبایلم. شماره من؟ آره. ببین آقا، من تو شرطی هم که فقط میتونم به شما اعتماد کنم. ساکم امانت پیش شما. مشخصات سبزرم از مشخصات مشخصات یه مرد، شاید هم یه زنم. بهت زنگ میزنم میگم. این ساکو بده بهش. چیه توش؟ پول. پول چی؟ پول دیگه. چه پول؟ 500. $500,000. 500 میلیون. این هم بیشتر از قراری که با هم تهیه کردیم.